حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای اولین بار بعد از پنج سال از به قدرت رسیدنش به عراق سفر کرد. ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز از قبل از آن در بغداد بود تا مقدمات سفر روحانی به عراق را انجام دهد. به گفته ظریف هدف همکاری های اقتصادی و مرزی است گفتگوهای دو کشور در خصوص موضوعات سیاسی و همکاری های اقتصادی از جمله در حوزه ترانزیت انرژی و صنعت و همینطور همکاری های مرزی انجام خواهد پذیرفت یکی از موضوعات مهم مورد بحث دو کشور پرونده مرزی به خصوص قرارداد 1975 الجزایر است خودداری اراقی ها در حل نهایی مشکلات مرزی و بستن پرونده حل اختلافات مرزی یکی از مهمترین مسائلی است که روحانی را رنجانده و او این موضوع را در دیدار با مقامات عراقی گوش زد کرده است. برهم صالح رئیس جمهوری عراق سفر روحانی را بسیار مهم توصیف کرد و هدف آن را عمیق شدن روابط دو کشور دانست او تاکید کرد که یکی از موضوعات گفتگو میان دو کشور همکاری مرزی در زمینه های اقتصادی و امنیتی است حسن روحانی نیز همچنین در دیدار با نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی عراق با بیان اینکه در طول سالهای گذشته تلاش ها و همکاری های بین دولت های مختلف ایران و عراق در راستای توسعه مناسبات و همکاری ها انجام شده است گفت در طول این مدت همه مسئولان دو کشور برای تقویت علاقه و روابط دو ملت تلاش گسترده ای کردند. روحانی افسود در شرایطی که آمریکا با تحریم ظالمانه به دنبال اعمال فشار و فاصل انداختن میان کشورهای دوست مانند ایران و عراق است باید در کنار یکدیگر در برابر زیاد خواهی آنان ایستادگی کنیم. روحانی با اشاره به ملت و ارتش عراق که به خوبی در برابر تروریست ها ایستادگی کردند خاطر نشان کرد در روزهایی که برخی از کشورها لبخند بر لب داشته و تصور می کردند که مردم عراق از تروریست های داعش شکست می خورند. ملت ایران در کنار مردم عراق بود و توانستیم با هم بزرگترین شکست را به تروریست ها وارد کنیم روحانی افسود خوشبختانه امروز شاهد ثبات و امنیت در عراق هستیم و خوشحالیم که دموکراسی بسیار خوبی در این کشور وجود دارد و همه احزاب برای آینده این کشور تلاش می کند. رئیس جمهوری ادامه داد امروز ایران و عراق نزدیکترین و سمیمانه ترین روابط را رو با یکدیگر دارند و دو ملت عاشق یکدیگر و عاشق منافع خود هستند. روحانی تاکید کرد استقبال همه احزاب و گروه های دو کشور از توسعه مناسبات همه جانبه ایران و عراق نشان می دهد که دو ملت نسبت به گسترش بیش از پیش روابط و همکاریها هیچ اختلافی ندارند و می توانیم این راه را برای دستیابی به آیندهای بهتر برای منطقه ادامه دهیم. دیدار سه روزه حسن روحانی از عراق روز دوشنبه 11 مارس برابر با 20 اسفند در حالی شروع شد که دولت او تحت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و فساد اداری از یک طرف و فشارهای سیاسی اصولگرایان در داخل قرار گرفته است. روحانی سعی می کند با گسترش روابط اقتصادی با همسایگان ایران از شدت و دامنه تحریم ها بکاهد امریکا هنوز چندان در آن به موفقیتی که دل بسته دست نیافته است در حالی که در پی انتشار خبری در خصوص درخواست رهبر از مجلس برای ایجاد تغییر در ساختار کشور توسط علی لاریجانی رئیس مجلس بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران امیدوار شده بودند که ممکن است تغییراتی در انتخابات قانون اساسی یا حتی نحوه اداره کشور ایجاد شود علی لاریجانی در مصاحبه با روزنامه سازندگی با بیان این موضوع که باید بعضی از بخش‌های موازی در اقتصاد کاهش یابد اظهار داشت کشور نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی است وی پیش از این گفته بود که منظور از اصلاح ساختار دولت در درخواست علی خامنهای فقط اصلاح اقتصادی نیست و شامل دیگر ارکان اجرایی هم می شود سازندگی همچنین به نقل از رئیس مجلس عنوان کرده است به دلیل زیاد بودن حجم بودجه جاری کشور جایی برای عمران کشور وجود ندارد و به دستور رهبر باید ساختار بودجه کشور تغییر یابد وی به ویژه تاکید کرده بود تغییرات مد نظر رهبر ممکن است موجب تغییر در ساختار بودجه هم بشود اما تاکید کرده بود تغییرات مد نظر رهبر فقط اقتصادی نیست لاریجانی همچنین در این گفتگو با اشاره به مشکلات بانک ها و با اشاره به تاکید رهبر بر عدم حضور بخش های نظامی در بخش های اقتصادی گفته است این بانک ها بدون اجازه تاسیس شدند و اجازه نگرفته بودند وی همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان این موضوع که بانک ها دچار بیماری هستند گفته است بانک ها بیمار هستند و سرمایه کافی برای اینکه به بخش خصوصی تسهیلات بدهند ندارند لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر هم از همه ظرفیت های قانون اساسی استفاده نمی شود گفته است اصلاح قانون اساسی یک ضرورت کشور نیست و اگر قانون اساسی تغییر کند و باز هم از ظرفیت آن استفاده نشود همین مشکلات وجود خواهد داشت به همچنین تاکید کرده است خیلی جاها ظرفیت های خیلی خوبی در قانون اساسی وجود دارد که بلفل نشده است. لاریجانی همچنین در این گفتگو تاکید کرده است قانون اساسی برای کشور شرایط بنبستی را ایجاد نکرده و همچنان میتوان از ظرفیت های آن استفاده کرد وی مسئله اصلی کشور را مساف آمریکا با ملت ایران عنوان کرده و تاکید کرده است تصمیم گیری درباره اصلاحات در قانون اساسی باید در شرایط آرامتر و مستقرتری صورت پذیرد او همچنین با اشاره به اینکه انتخابات هدف نیست از ادامه یافتن درگیری های سیاسی انتخاباتی تا انتخابات بعدی انتقاد کرده و تاکید کرده است این کار مانع از پیشبرد اهداف می شود و جامعه همچنان در فضای انتخاباتی باقی می ماند. با توجه به اظهارات علی لاریجانی و با توجه به اینکه قرار نیست هیچ گونه تغییری در قانون اساسی صورت پذیرد و تاکید او بر اینکه این تغییر ضرورتی هم ندارد، مشخص نیست که پس تغییرات در ساختار اداره کشور که توسط رهبر ابلاغ شده در چه بخشی عملیاتی خواهد شد. گرچه پیش از این هم تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که احتمالاً آنچه مد نظر رهبر جمهوری اسلامی از تغییرات در ساختار کشور است، تغییراتی جزئی در حوزه اقتصادی و نهادهای اقتصادی خواهد بود که با واگذاری چند واحد اقتصادی و خصوصی تحت نظر سپاه و نیروهای نظامی متقاعد کردن مردم به اینکه تغییراتی بنیادی در حوزه اقتصادی انجام شده و نیروهای نظامی واحدهای اقتصادی خود را واگذار کردهاند خاتمه خواهد یافت. علی متحری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامهای به ریاست جدید قوه قضائیه مسائل مهمی را در پنج بخش مجزا یادآور شده است. متحری در نامش از لزوم تصحیح آین دادرسی کیفری به ویژه تبصره ماده 48 آن تصمیم گیری در ارتباط با ادامه فعالیت دادگاه مخصوص روحانیت و همچنین اعلام جرم دادستانها بر علیه نمایندگان مجلس را پدیدهی تهیر برانگیز دانست. نایب رئیس مجلس سپس با طرح و موضوعی دیگر اعلام می دارد که کارکرد موازی وزارت اطلاعات با تعدادی از نهادهای امنیتی است. علی متحری در نامه خود به آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه در محور اول به دلیل مسکوت ماندن اجرای قانون دادرسی کیفری جدید ضمن اشاره به این موضوع که در این قانون اصلاحات خوبی انجام گرفته افزود در مجلس نهم تبصره ماده 48 آن اضافه شد که به طور کلی این تبصره با حق آزاد انتخاب وکیل با عدالت و قانون اساسی مقایرت دارد و باعث موج طبیعی تبعیض در بین وکلای دادگستری شده است او گفته دستور فرمایید این قانون اجرا نشود متحری سپس در دومین درخواست خود از آقای رئیسی خواست برخورد با دادستان هایی شود که علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها اعلام جرم کردند تنها به خاطر اینکه نطق آنها با نظر رسمی حکومت انتباق ندارد علی متحری در ادامه به موضوع دو سال پیش خود در مشهد اشاره کرد که در روز اربعین ادهی روحانی از سخنرانی او جلوگیری نمودند و از آقای رئیسی درخواست کرد که به موضوع پرونده مسکوت مانده ترتیب اثر دهد. متحری در چهارمین مطلب خود به پرونده های اشاره کرد که در قوه قضایی مفتوح است به دلیل اینکه بین دو نهاد اطلاعاتی کشور اختلاف نظر وجود دارد که در همین زمینه از ریاست قوه قضایی درخواست نمود تا از ورود افراد غیر مسئول در این پرونده ها ممانعت به عمل آید. نایب رئیس مجلس در آخرین محور به مرداد سال 97 اشاره کرد که رئیس اسبق قوه قضاییه با کسب اجازه اختیارات خاص از رهبر در جهت تسریع در صدور احکام اخلالگران اقتصادی حق درخواست تجدید نظر جز برای محکومان اعدام از متهمان سلب شده که گویا این اجازه منحصر به پرونده های بحران امسال است و دستور آن هم از اوایل امسال صادر شده اما شنیده ها خبر می دهد که این موضوع برخی پرونده های گذشته را نیز شامل شده است که از رئیسی درخواست کرده تدابیر لازم اتخاذ کردد متحری بخشهایی از مشکلات ساختار غذایی کشور را به رئیسی یادآور شده ولی واقعیت این است که اراده ای در حاکمیت برای تصحیح ساختار غذایی کشور وجود ندارد و رئیسی نیست چنین ظرفیت و قابلیتی ندارد محمد رضا با هنر از اعضای مجمع تشخیص مسلحت نظام در آخرین گرد همایی جامعه اسلامی مهندسین در سال جاری در خصوص الحاق ایران به لوایح پالرمو و سی در حالی که تصمیم گیری درباره آن را بسیار حساس دانست گفت این گونه نیست که بین خیر و شر انتخابی داشته باشیم باید بگویم که در اینجا بین دو شر شر اندک را انتخاب می کنیم با هنر در همین زمینه بر این باور است که در این موقعیت حساس تصمیمات در مورد لوایح الحاق ایران به کنوانسیونهای های مذکور کار بسیار سختی است وی می افساید مجمع تشخیص مسلحت نظام در واقع طی دو یا سه هفته کار و بحث های سنگین به نتیجه نرسید و بررسی به آینده موکول شد با هنر سپس به انتظار عمدی تصمیم گیری در خصوص لوایح اشاره کرد و علت آن را وعده های اروپاییان و دیگران عنوان کرد که آیا آنها به وعده های خود عمل خواهند کرد و در ادامه گفت اگر قرار بر این باشد که اروپایی ها مطالبه گر باشند و ما تنها پاسخ آنها را بدهیم پس مدتی هم ما مطالبه گر می شویم. با هنر در ادامه نطق خود در خصوص به تصویب رسیدن لایحه بودجه سال 98 بیان داشت مجلس و دولت در هفته های گذشته بسیار تلاش کردند و اکنون هم برخی ایرادات آن توسط نمایندگان بررسی شد اما این نکته مهم و ضروری است که بگویم بودجه سال آینده بسیار کوچک است و امکان دارد در این بودجه منابع پیش بینی شده برآورد نگردد به همین سبب تمام دستگاه ها باید برای گذر از این بحران همه تلاش خود را به کار بندند. کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص این سوال که اگر تپاسیر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع طبق اصول 110 و 111 قانون اساسی در وارد شدن به موضوعی برخلاف هم باشند ملاک عمل تفسیر چه خواهد بود گفت شورای نگهبان به مجلس نظر خود را تقدیم می کند هیئت عالی نظارت هم به دلیل سیاست های کلی به شورای نگهبان اظهار نظر می کند و شورای نگهبان هم دقیقا همان نظر را به مجلس ارسال می کند. حال اگر مقایرتی از این حیث در مجلس رخ داد شورای نگهبان حتی در جایگاه تجدید نظر دخالت نمی کند و سرانجام موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع فرستاده می شود و به هر حال در هیچ زمان اختلافی بین هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان رخ نخواهد داد ک در نهایت در ارتباط با علت عدم ورود شورای نگهبان به اصلاح نظر هیئت عالی نظارت پیش از تقدیم این نظر به مجلس عنوان کرد ما هرگز دخالتی نمی کنیم زیرا نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان سپرده نشده است و این نظارت ها از آن رهبری است و رهبری هم این کار را به هیئت عالی مجمع سپرده است دخالت های گسترده شورای نگهبان در انتخابات از جمله عواملی است که توسعه سیاسی در ایران و گشایش سیاسی ایران را با بنبست روبرو ساخته است باید دید که در انتخابات امسال اصلاح تربان چگونه میخواهند با این موضوع مقابله کنند <متصفيق> رویترز از سفر پرفیشر مدیر سازوکار مالی موسوم به این سکس به ایران خبر داده و گفته که وی با رؤسای نمایندگی های سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار کرده است. سفارت فرانسه با انتشار تصویری از این دیدار در توییتر نوشته است رؤسای نمایندگی های سه کشور اروپایی از پرفیشر رئیس این سکس در تهران استقبال کردند گامی مهم برای بحث با همتایان ایرانی در مورد چگونگی عملیاتی کردن سازوکار تجاری اتحادیه اروپا و ایران فیشر 69 ساله پیشتر ریاست کامرتس بانک آلمان را بر عهده داشته و 29 سال در مناسب مختلف این بانک فعالیت کرده است. آلمان، فرانسه و انگلیس چند هفته پیش در تلاش برای راضی کردن ایران به ادامه حضور در توافق هسته شرکتی موسوم به اینستکس ثبت کردند که وظیفه اعلامی آن تسهیل تجارت با ایران از طریق متصل کردن شرکت های بدهکار و بستانکار به ایران و تصویه حساب میان آنهاست. این ساز و کار هنوز عملیاتی نشده و آنطور که مقام های اروپایی میگویند حتی در صورت عملیاتی شدن هم در گام نخست فقط اقلام دارویی و غذایی را تحت پوشش قرار می دهد. در حالی که آمریکا در حال فشار به دهلی نو برای کاهش خرید نفت از ونزوئلا است، هند اعلام کرد که این فشارها را نادیده میگیرد و به تجارت با ونزوئلا ادامه می دهد. به گزارش رویترز، ونزوئلا در نیمه نخست فوریه روزانه 620 هزار بشک نفت به هند صادر کرده که این رقم 66 درصد بیش از میانگین روزانه ماه پیش از آن است. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا در واکنش به این خبر تایید کرده که واشنگتن در حال فشار به هند برای توقف خرید نفت از کاراکاس است وی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت ما گفتیم که شما نباید به این رژیم کمک کنید و باید طرف مردم ونزوئلا باشید در واکنش به درخواست آمریکا راویش کمار سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت دهلی نو فشارهای آمریکا را نادیده میگیرد و به تجارت با ونزوئلا ادامه خواهد داد جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا پیشتر و در ماه فوریه هشدار داده بود کشورها و سازمانهایی که از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می کنند بخشیده نخواهند شد به گزارش سی ای نانسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت شخصا با استیزاه ترامپ مخالف است چرا که چنین کاری تبعات سنگینی برای آمریکا دارد پلاسی افزود استیزاه آنقدر در کشور تفرقه انگیز است که جز در صورتی که مسئله کاملا متقاعد کننده فراگیر و دو حزبی وجود داشته باشد نباید این مسیر را دنبال کنیم چون باعث تفرقه در کشور می شود و ترامپ ارزش انجام چنین کاری را ندارد او در مورد اینکه آیا ترامپ را دارای صلاحیت ریاست جمهوری میداند هم گفت ترامپ از منظر اخلاقی، فکری و سیاسی فاقد صلاحیت ریاست جمهوری است. پلوسی افسود فکر نمی کنم او صلاحیت ریاست جمهوری ایالات متحده را داشته باشد و این وظیفه ماست که این تضاد را نشان دهیم در ماهای اخیر به خصوص با دستیابی دموکرات به اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا گمان زنی های متعددی در مورد احتمال تلاش این حزب برای استیزاه ترامپ به بهانه صد کردن اجرای عدالت و روندهای قضایی و تبانی با روسیه در انتخابات مطرح شده است. با این وجود هنوز رسما هیچ اقدامی در جهت اجرای چنین طرحی انجام نگرفته است. به گزارش رویترز مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که طی هفته جاری همه اعضای سفارت واشنگتن در ونزوئلا از این کشور خارج می شوند تا به گفته واشنگتن برای اجرای اقدامات خود در ونزوئلا با فشار و محدودیت ناشی از حضور دیپلمات های خود مواجه نباشد. او خاطر نشان کرد که این تصمیم نمایانگر وخامت اوضاع در ونزوئلا و همچنین این جنبندی است که حضور کارکنان دیپلماتیک آمریکا در سفارت برای اجرای مواضع آمریکا به یک قید و محدودیت تبدیل شده است. پمپو همچنین در نشست خبری روز گذشته خود با انتقاد از حمایت کوبا و روسیه از دولت تحمیلی و به اعتقاد میلیونها تن از مردم کشور غیرقانونی ونزوئلا گفت که این حمایت عامل تضعیف دموکراسی در ونزوئلاست بیشتر برخی کشورها از قبیل کوبا و روسیه ضمن رد مواضع دولت آمریکا درباره تبعات توسل احتمالی این کشور به مداخله نظامی در امور ونزوئلا هشدار دادند. وزارت خزانه داری امریکا میگوید یک بانک روسی را به دلیل معاملات اقتصادی با دولت ونزوئلا تحریم کرده است استیو منوچن وزیر خزانه داری امریکا خبر داده که این بانک روسی با نادیده گرفتن تحریم های ایالات متحده امریکا بر علیه نیکولاس مادرو با شرکت ملی نفت و گاز ونزوئلا مبادلات اقتصادی داشته و از این طریق تلاش کرده تا به دولت مادرو کمک کند آقای منوچین تاکید کرده همان گونه که پیش در نیز امریکا نسبت به هر گونه معامله نفتی و تجاری کشورها با دولت ونزوئلا هشدار داده بود این بانک روسی مشمول تحریم های امریکا خواهد شد وزیر خزانه داری امریکا میگوید این گونه معاملات با دولت ونزوئلا باعث تقویت نهادهایی خواهد شد که در سرکوب مردم این کشور نقش دارند در همین ارتباط مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکا هم ضمن انتقاد از دو کشور روسیه و کوبا گفت شرکت نفت و گاز روسیه با سرپیچی از تحریم های امریکا و با خرید نفت از ونزوئلا به دولت این کشور کمک می کند. آقای پومپو همچنین گفت دولت کوبا نیز از نیکولاس مادر رو حمایت نظامی می کند. در سوی دیگر پس از آنکه ماه گذشته امریکا اعلام کرده که از پیمان نامه منع موشک های میان برد خارج شده اکنون این کشور در تلاش است تا فعالیت بر روی یک سامانه زمینی موشک کروز را آغاز کند. مایکل بالدانزا از فرماندهان ارشد ارتش امریکا روز دوشنبه اعلام کرد وزارت دفاع امریکا قصد دارد تولید این سامانه موشکی را آغاز کند با این حال این مقام ارشد نظامی میگوید اگر روسیه در زمینه عدم نقض پیماننامه موشک های میانبرد هسته با امریکا همکاری لازم را داشته باشد تولید این سامانه متوقف خواهد شد ماه گذشته یالات متحده امریکا توافقنامه منع موشک های میانبرد هسته را به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورد و دلیل ان را نقض تعهدات این پیماننامه از سوی روسیه عنوان کرد و اما در ارتباط با ایران روز گذشته بیش از پنجاه دیپلمات و مقام نظامی سابق امریکا در نامه ای به پرزیدنت ترامپ خواستار بازگشت امریکا به برجام توافقنامه هسته ای با ایران شدند با این همه امضا کنندگان نامه از فعالیت های ایران نقض حقوق بشر در این کشور و توسعه طلبی های رژیم ایران در منطقه و حمایت از گروه افراطی انتقاد کردند در سوی دیگر برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت امور خارج امریکا در واکنشی انتقادی به سفر حسن روحانی به عراق میگوید رژیم ایران هدفش نه کمک به مردم عراق بلکه توسعه طلبی در منطقه و استفاده ابزاری از عراق برای ایجاد یک کریدور شیعی است آقای هوک میگوید هدف نهایی ایرانی است که عراق را تبدیل به یک استان خود بکند